سلام سهشنبه شش مهر 95 27 سپتامبر 2016 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که خانم هما هودفر استاد 65 ساله ایرانی کانادایی بالاخره از زندان آزاد شد و از طریق عمان به کانادا برگشت ظاهرا بعد از ملاقات آقای ظریف با وزیر خارجه کانادا که او عنوان کرده باید این شهروند کانادایی آزاد بشه برای تجدید رابطه آقای ظریف در ایران از طریق مقامات بالا مثل آقای خامنه‌ای و غیره موفق شده که خانم هودفر رو آزاد کنه خانم نازنین زاغری با داشتن کودک خردسال کماکان در زندان و به پنج سال هم حبس او رو محکوم کردن به اضافه تعداد دیگری از ایرانی دو تابعیت, های دو تابعیت هایی که برای دیدار بستگانشون به ایران رفتند دیروز دوشنبه هزار درمانگر اعتیاد از سراسر کشور جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی داشتند در واگذاری امر درمان و مراکز درمانگر معتادان به بسیج پزشکی این تجمع کنندگان میگفتند با ورود بسیج به مراکز درمانی و داشتن دسترسی به پرونده های معتادان تحت درمان فضا امنیتی میشه بسیاری از اونها از درمان منصرف میشن هفتاد هزار کارشناس بیکار میشن و هفتصد هشتاد فرد تحت هفتصد هشتاد هزار فرد تحت درمان رهاسازی خواهند شد ضمن اینکه اعتراض هم دارند به اینکه چرا وزارت بهداشت با تشکیل یک سایت در واقع اسامی معتادان رو میخواد قرار بده و اون رو افشا بکنه و همینطور هم در اختیار گذاشتن قرص اکسیکدون در داروخانه ها امکان یک نوع اعتیاد جدید رو ایجاد میکنه دسترازی بسیج به مراکز مختلف کشور این بار به یکی از دردناکترین جاهای جامعه دست درازی کرده و معتادانی که باید به با اونها به چشم بیماران اجتماعی و جسمی نگاه کرد که بیش از هر چیز احتیاج به درمان دارند و نه برخورد های امنیتی به هر حال بارها مطرح شده که سرمنشأ ورود مواد مخدر به کشور به نوعی به سپاه و بخش از حکومت متصل هست و بنابراین ای چاره اصلی کار بخشی هم در دست همین حضرات به جای اینکه از این سو به دست بگذارن روی میلیاردها پولی که در این کار ممکن است به دست بیاد صد کارگر فنی شرکت پاکینشوی در شهر صنعتی خرمشهر هم جلوی فرمانداری تجمع اعتراضی داشتند در اینکه دستمزدها با تأخیر پرداخت میشه و کارگران اخراج میشن امنیت شغلی ندارن کارفرما هم مطرح کرده که مشکل نقدینگی داره و اثرات تحریم ها کار رو با مشکل مواجه کرده هفتمین روز اعتراض آرام هفتاد کارگر آزادراه تهران شمال به نمایندگی از چهارصد کارگر ادامه پیدا کرده و وارد هشتمین روز شده مشکل عدم پرداخت به موقع دستمزد مشکل کارگرانه دومین روز هم از تجمع اپراتورهای فشار قوی 300 نفر جلوی سازمان برنامه بودجه سپری شد و کسی به درخواست های اونها رسیدگی نکرد موضوع دوم این که مهدی یراهی کنسرت برای خواننده موزیک پاپ کنسرتی رو برای کودکان کار در مناطق محروم شهر برقرار کرد که اقدامی بسیار درخور و شایسته است و از زمره کارهایی است که به خوبی هنرمندان کشور میتوانند هم خدمات ارائه کنند هم اذهان عمومی رو متوجه این بخش های فراموش شده و پرمشکل و پرمسئله جامعه ما بکنند و به فریاد کودکان معصوم برسند در عربستان هم چهارده هزار زن توماری رو امضا کردند که در اون خواستار پایان دادن به سیستم قیمومیت مردان بر زنان شدن برای خروج از کشور اجازه کار و امثال هم و دستبندی رو درست کردند به دست کردند که در روی این دستبندشون نوشتند که ما من خودم قیم خودم هستم غیر از این هزاران ایمیل و توییت هم زنان عربستانی فرستادن و خانوم عزیز یوسف که جمع کننده این تومار بوده شروع کننده خودش از مبارزین سرشناس حقوق زنان در عربستان در 2013 هم یک بار با نافرمانی مدنی اقدام به رانندگی کرده در عربستان حتی زنان از رانندگی هم ممنوع هستند در تالار وحدت هم از آلبوم طریق عشق استاد شجریان مجموعه سه ده آهنگ ها که منتظر مجوز بودند رونمایی شد و فرزند ایشون همایون شجریان دو قطعه رو به جای پدر اجرا کرد و از کرد از بیماری پدر که امکان حضور نداشت یاد استاد شجریان و بزرگ داشته اون کار درخور و شایسته است که هم اهل هنر رو شاد میکنه و هم همه ملت رو به دلیل جایگاه استاد در دفاع از حقوق ملت موضوع سوم اینکه اولین مناظره خانم کلینتون و آقای ترامپ در امریکا برگزار شد در اون غیر از مسئله اشتغال و ایمیل های شخصی خانم کلینتون و عدم انتشار برگه مالیاتی آقای ترامپ و غیره به مسئله ایران هم پرداخته شد آقای ترامپ حمله کرد به قرارداد برجام و گفت ایران با مسئله تحریم ها در آستانه سقوط بود این قرارداد نجاتش داده اما خانم کلینتون عنوان کرد که یک سال زحمت کشید توانست اعتراف بین المللی درست کنه و همون باعث ایجاد تحریم ها شد و تحریم ها ایران رو بر سر میز مذاکره آورد و راه جمهوری اسلامی به دست یافتن به سلاح هسته رو سد کرد او از این قرارداد به عنوان یک نمونه خوبه فعالیت دیپلماتیک برای حل یک مسئله بین المللی نام برد روسیه کماکان به بمباران حلب ادامه میده تا کنون بیش از 90 نفر کشته شدند علا رغم اعتراضات شدید بین المللی و نمایندگان کشورهای بزرگ در سازمان ملل موضوع چهارم این که آقای احمدی نژاد بعد از انتشار صحبت های آقای خامنه ای که بدون ذکر اسم افشا کرده بود که به او گفته نیاید برای مذاکره نامه ای نوشته و در اون گفته در عمل به منویات آقای خامنه ای نامزد نخواهد شد اصولگراها استقبال کردند و در واقع فوری مطرح کردند که دیگه پرونده آقای احمدی نژاد بسته شده در حالی که اصلاح طلبان مطرح کردن احمدی نژاد پرونده های زیادی داره از جمله نماینده تهران گفته او دوازده هزار میلیارد تومن در دیوان محاسبات کشور شخصا باید پاسخگو باشه غیر از 48 هزار میلیارد تومن که تخلفات دولت او در دیوان محاسباتی جالبه که با این منع آقای خامنه ای آقای هاشمی رو هم که شورای نگهبان به دستور آقای خامنه ای رد کرد آقای خاتمی هم که سال 87 ایشون گفت نیاید آقای موسوی هم که در هست هست نشون میده که آقای خامنه ای با هیچ کدام از رؤسای دستگاه اجرایی کشور و رئیس دولت نتوانسته کار بکنه سایت دولت بهار البته هنوز هم جای دبر و باقی گذاشته و گفته که آقا گفتن صلاح نمیدونند ولی حکم نکردند آقای باشگاه خبرنگاران جوان هم خبر داد آقای نهاوندیان نامه پاسخ آقای روحانی رو برای مدرسین قم که چندی پیش نامه داده بودن برده ولی از محتوای اون صحبتی نکرد موضوع آخر این که جناب آقای نقدی فرمانده بسیج فرمودن که کنوانسیون حقوق کودک خلاف شرعه ایشون گفتن چون در این کنوانسیون هست که کودکان کودکان من بشن از اینکه به جنگ کشیده بشن و اسلحه به دستشون داده بشه ایشون گفته کودکان و نوجوانان ما اسلحه رو کنار نمیگذارن رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم فرمودند که سربازان وظیفه عاشقانه التماس میکنند به سوریه اعزام بشن اندکی سب هر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایران